صلح و بازسازی گام های به سوی یک جامعه مترقی است. اینجا ناحیه 17 شهر کابل، سرک حلقوی کارته پروان الا پوانتون پلی‌تکنیک شهر کابل است. سرکی که در طول 30 سال متمادی دست به کار نشده بود و بودجهشون بیرون شده بود و اما کار رویش صورت نگرفته بود، اما با آمدن دولت امارت اسلامی کار این سرک از سوی شهرداری آغاز شده و در حدود 70% کار این سرک به پیش رفته است. آمدیم امروز برای شما این سرک با معرفی بگیریم، ببینیم که این سرک چقدر کارش پیش رفته و چقدر کار بالایش صورت گرفته. دیده میشه که این سرک دارای تاب و پیچ‌های خیلی زیاد هم هست و یک ساحه وسیع را در بر گرفته. با ما باشید تا پایین این برنامه. خوجان سلام. السلام علیکم و رحمت الله. خوب هستین؟ شکر سر. ساعت شما خوب هستین؟ زنده باشین. تشکر میشه در نخست خود معرفی بکنیم. اسم ما جد الخلیل غنیزاده است، مسکونی همی پروان سه. آمدیم نظر شما را در مورد این سرک که پروان سه را با پانتون پل تکنیک وصل کرده چقدر خوش هستین و چقدر ابراز خوشی میکنین؟ والله جای بسیار خوشی است که مدت تقریبا 30 سال شما دیدم زندگی میکنم. یک سرک بسیار گلابزو، یک وقت یک سرک جور کرد تمیتو با پل تکنیک نامنظم بود، به ترتیب و بدون نقشه انجینری بود. مردم جاور موتورای جاور مرور کرده نمیتونستن، رفت آمد زیاد کم بود و با آمدن دولت اشرف غنی و کرزی با وجودی که پیسه ها بسیار سرازیر شد، متاسفانه بودجه های زیادی بود، وعده های بسیار چرب نرب دادن که با مردم خانه جور میکنیم، سرک جور میکنیم، جور میکنیم، هیچی جور نکردن. با آمدن امارت اسلامی و اینمی امکانات بسیار ناچیز، در حالی که پیسهشون هم بند است، با امکانات ناچیزی که از این بودجه خودش حوالی هست، شاید مؤسسات خارجی هم کمی کمک کنه. یعنی میش سکره که بسیار به شکل اساسی خیر انوار به شکل زیگزاگ بسیار خوب جور کردن که میتونه موتورای بسیار کلان از یه عبور مرور هم کنه و ازدهام سرک کارتی نه کارتی پروان هم امو لسه نادره چاره لسه نادره هم کم شده. گفته میشه که در حدود 130 خانه در اینجا ویران شده و مردمشان به سرپناه شده. آیا دولت یا شهرداری اقدام هم به خاطر ای کسایی که خانه هایشان یا جای بوده باشان عدیز دادن کدام اقدام داشتن یا خیر؟ بله، قبل از اینکه این سرک جور کنن اول آمدن انجینر سبا نقشه گیری کردن و اندازه گیری کردن خانه مردم ها کسای خانه شان که نقشه میرفت در سرک میرفت دور یاد داشت گرفتن خسارشون رو سنجیدن که چقدر خانه میره، از بعضی خانهش مکمل رفت، از بعضی نصفش رفت، از بعضی چارکش رفت، همه رو کلش یاد داشت گرفتن. مطابق و نمو برشان خشت پخته خشت پخته خشت خام خشت خام برشان پول داد، منتها زمین دولتی بود، از آبادیش کلش پیسه گرفتن، کلش پیسه گرفتن. یعنی همیشه مو به خاطر دوباره رهایش خانه هایشون پول گرفتن دریافت کردن. خب گرفتن اینکه خانه رهایش میتونن یا نمیتونن، به مقدار کی جو جور کردن موقع پول گرفتن. اینکه میتونن در کدام ساحه دیگه، چون زمین نیست در کدام ساحه دیگه بگیرن شاید بتونن. مثلا بسیار زیاد من اینی خانه 20 لک را گرفت، اینی خانه اینی که دیواله که ساخته رفته میشه 20 لک را، اینی خانه ای را که کامرمان عزیز برشان نشان میتن خواهیم خانه ای اصلا که بسیار یک دیوال کوچکش مونده، اون دیواله که سرخ مونده خلاص دیگه سمونده. خب خب اینی گوشه یک دیگه 20 لک 20 لک 8 لک 9 لک 10 لک هر کد مطابق هم تخریب که شده به خانهش پیسه خود گرفته شده. این ترک با وجود از اینکه تاب پیچ های خیلی زیاد هم داره، اما خدا رو شکر یک ساحه خیلی وسیع در بر گرفته. مردم کسایی که خانهشون ویران شدن اینا کدام واکنش تند یا جگه به حساب خفه خونشان دادن؟ هیچ کس در مقابل پلان دولت کس هیچ وقت واکنش نشان داده نمیتونه. خب مشکلات داشتن که بی سرپرست هستیم، روز زمستان است ما را خراب تخریب نکنه، چون پلان عملی میشد بودجهش برآمده بود قراردادش شده بود صورت گرفته بود مجبور بودن که رجوع کنه. نه کس خلاص نه کس هیچ واکنش نشان نداد. پیش از بازسازی سرک مردم سرک رو برون برون میکردن موتورا بودن؟ نبود، یک سرک بود اونم اینجا بسیار سرک خرد موتورایی که کمکدار می بود بالاش نمیتون دیگه موتور قطر نمیتونست نه نمیتونه. یعنی بسیار دیگه اصلا ایجاد اصلا وجود نداشت؟ نه نه قطعا هیچ جزی نداشت، اونم فقط یک سرک اونجا کمک کرد بسیار خرد بر خرد داشت، یک 3-4 متر برش بود بسیار خرد ولی بسیار بلندی داشت این سرک. این موتور خرد رزیت نمیتونه، تنها موتور کمکدار و قوی میتونه سگان دفعه برای دیگه نمیتونه. قبل هم در زمستان نه در تابستان یا بهار قبل مردم از کارت پروان به طرف چی خیز کدا بازو شد از اینجا که ما تو استادسم به پای میرفتن تا گردن کارت چی پل تکنیک تو میرفتن در موتور و عزیزو پان میشن تا سرک عمومی بازو میرفتن اونجا. یا تا به مازی
پیشنهادتان خوشی خودتان به نسبت به بینده های زیماشی ما پیشتر هم یک جای دیگه گفتم هر کسی که بخواه بخاطر مردم بخاطر آسایش آرامش مردم خدمت کنه او را خدا مجر میته و در تاریخ هم ثبت میشه ماندگار هم میمونه میشه عمل نکره سالش یاد میشه هر کسی که بخواد دی وطن خیانت کنه خداوند بربادش میکنه نابودش میکنه هیچ کسایی که میج پول گرفتن به نام بازسازی خوردن از اینجا حساب پیسه گرفتن به نام بازسازی گرفتن به نام ساختمانی گرفتن به نام چیزا گرفتن کل اینا پیسه رو دیگه مال آواره هستن ما اینو قرار دفتر خود میکردیم فرق می است کسایی که خیانت کنن خائن خائف هستن میشه میگذرن تشکر کو کجا سلطان زو یک از شاروالا بود یعنی میج پیسهش برام میخواستن که میسرک جور کنم متاسفانه پیسه از میج برد بکنم دیگه هیچ خاطرات عادی آدم نمیره تیم کل مردم اینجا هست شاد آمد که میسره که جور میکنم نکن این مال نام بدش دیگه اما این شاروال هم در حال که پول و پیسه نیست از امکانات شاروالی تانسته که میسره کار جور که اینجا را کارد پول چرا سرک خیرخانه را و سرک های دیگر جایی را دور کرده رفته خدا خیرشان بکنم ما امید یک افغانستان پیروز کامیاب و سرفراز امید خود سراسری در افغانستان بیاره بمیان بیاره بسیار تشکر کاکا جان سلامت باشین خوش باشین انجینر صاحب سلام وعلیکم السلام خوب هستین تشکر زنده باش در نخست خود یک معرفی کوتاه بر بینده های عزیز بکنین اسم من انجینر سیدنام سعدات است یک انجینر شهروالی حفظ مراقبت ریاست خب انجینر صاحب این سرک گفتین در ناحیه 4 و ناحیه 17 شهر کابل هست در حدود چند فیصد کار از پیش رفته دغه سرک چې تاسو ګورئ دغه تقریبا یو اویا فیصد کار تکمیل شوی دی نو دې کې تقریبا 300 متر سرک چدې هغه مکمل پوښ شوې ده تاسو نظرم کولای شي او دغه شپږ سو متر سرک کې 300 متر دغه 26 مواد مونږ واچولې دي تنا به سکور څه پاتې او د 300 متر چې د کندنکاری خلاص شوې ده البته مونږ هارد کټینګ درلودو پکې دا تیګه وغارو لس متر هغه کې باسه لیدې او تاسو خپل نظرم کولای شي نو تقریبا زمونږ دغه سرک کارونه یو بیا سرک خلاص شوې ده دا سرک انجینر صاحب تاسو له نظر د 100 کیلومتر راځي دغه سرک زمونږ چې تقریبا 1 کیلومتر راځي همدومره دی 1 کیلومتر په دې کې څومره راهیشي کورونه وران سوای دا آیا شهرداري دې ته کوم اقدام کړی دا خیر دغه سرک چې اول سنه ځل دوه ما کور تقریبا یو ما تقریبا زه شاوخه یا سول دې کورونه شاوخه ته ونه ولته ټول کورونه دغه چې غصب زما کوي نو دغه ته د چون چې مثلا په دغه برکی چمچارای جدال ته بیروبار زیاد ده سره شمالی ځان کې بیروبار زیاد ده نو د همدې لپاره دغه سرک د پخوان ریزن شوی او سنجل تر خلکو کورونه او خلکو په جمهوریت وخت تل نه پر خوده چل ته کورونه دغه کورونه وران شي او دغه سرک جوړ شي بیا هغه د امارت پر اتل سر دغه سرک باندې مونږ اقدام وکړو نو خلک مونږ سره ته ان شاء الله همکار او دغه نور څه څنګه مخته ونه دریدل نو سل دیش کورونه تخریب شو او اوس دغه سرک پکې جوړو ا دغه کورنۍ خلک هم دلته اوسم دی ک دوی تللی دی دغه کورونه ځین خلکو مثلا لګ لګ ځین کورونه لګوال و شو کنه یعنی 2 متر یا 3 متر دغه کورونه وران شو هغه اوسم دلته شته دی ځین خلکو چې کورونه نشته دی نو هغه ټول خوشاله دي ځکه ټول ته پیسې ورکړلې دی یار مال ته ځین خلکو ول چې یو تاخ مونږ دا سات تخریب کړه ورته تقریبا هغه ته شپږ لک روپیه ورته ورکړلې نو دوی خلکو اول څه کې خفو دوی فکر کوي چې ولادي مارت ضعیف ده یا فلانه ده بستانګه ده زه خبرې ذهن ته راتللی نو کم پیسې چې کله ورته ورکړې اوس ټول خوشاله دي دا سره کار بس وخت ان شاء الله پای ته ورسیږي او بهره برداري خلک ته د استفاده کولو فرصت ورته ورکړي بس ورور ان شاء الله دې سره کارونه لږ په خلاص دي په حساب ځکه تاسو ته وګوره اضافه کم څه بس هم خلاص دي دا ساهو کې مونږه شولې دي ورته او کندنکاری مال ته ختمه ده کله الله رضا و نو ان شاء الله سور مش ګراغ له سرک وصل شوی ان شاء الله کاده الله رضا الله رضا واتمن خیر سین جنر سه مننه ډیره مننه ژوند دی اوسه یو نړۍ مننه سلام وعلیکم خوب هستین بخیر هستی جان درم تشکر زنده باشین اومدیم ببینیم کار بازسازی یا سرک سازی را خودتون هم اینجا بودن حضور داشتین چقدر خوش هستین از بازسازی این سرک ما از بازسازی سرک بسیار خوش هستیم این سرک در وقت جمهوریت سروه شده بود باز یک تعداد زورمندان میمون که سرگه تیر کنه شاروالی دگه با آمدن امارت سرگه به افتتاح کردن و در سرگ تیر شد این انشالله سرگ پخته میشه بسیار سوالت در کارت پروان که اوجه چارایی از اوجه بسیار گروبار استیام بود انشالله این سرگ جور شد و ازدیام کم میشه و مردم سوالت برای مردم پیدا میشه وقت خیلی سرک خوبی هست
که کارت پروان یا سرای شمال نزدیکای سرای شمالی یا مکتب دکپک با افشار یا کوتی سنگی با هم وصل میکنه. وقت مردم خیلی خوشحال هستن، خیلی ابراز خوشی میکنن. و خودتان هم چی پیام دارین برای بیننده عزیز؟ همین وطن ما این کشاو بکنه، ما در کل چیز ضرورت دارن مثل کشورهای خارج داریم. اونا سعی که در کجا رسیده ما شما در کجا عقب موندیم. دیگه باید روز بر روز پیشرفت کنه، ترقی بکنه، بعد نسل جوان ما رشد کنه، استعدادهای ما بالا بره، در درس و تعلیم باشه. یک رقم طبقه چند سال 45 سال در افغانستان جنگ ما شما سپری کردیم. دیگه بعض از بعد حال آشتی ملی کنم در جور بیان کسایی که در خارج آمه هستم اونجا رفتم بدن پس بیان با وطنش کار بکنم. اینجا وطنی ما و شما هستم، بعد دستی هم بدیم کار کنیم، مشترک وطن ما را جور کنیم. امیدوزی که شهروندا در پاک بودن سرک ها، جاده ها و کوچه ها وطنشان سهم بیشتر و فعال داشته باشند و وطن یا کشورشان را، شهرشان را از کثافات، از مرداری و از ناپاکی به دور بکنند. تمام مردم ما تقاضا میکنیم که بعد مثل کشورهایی که دیگه و ایران هاری مردمش یک تا سنگ در روی سرک میفتن سنگ میوار دارن. آره نمیمونم، ما یک دفعه یک مستفید بود در ایران بودم، یک تا سنگ همونجا افتاده بود در روی سرک قیر، آره میوار داشت. ما گفتم اینه مستفید برداشت زحمت شد بریم. گفت نه، گفت اونم سنگ توش میره، گفت بسه سرک از بین میبره. حالا ما و شما باید کوشش بکنیم که سرک ما را جور کنیم و در متوجه باشیم نمانیم چیزای که مثلا یک تعداد مردم ها تخریب میکنه، خراب میکنه، یک تعداد پودری هاست و در سیخاش میکنه از بین میبره. این مردم ها را جلوگیری کنیم، متوجه باشیم، وطن ما باید شکوفا باشیم. تشکر کاکا. بخیر، سلامت. سلامت باشیم. خوش آرام باشد. سلام علیکم برادر. خوب هستین؟ شکر فعال و خدا شما جور هستین. تشکر، سلامت باشین. آمدیم نظر شما رو در مورد این بازسازی سرک بپرسیم. چقدر خوش هستین شما از بازسازی سرک؟ از بازسازی سرک اگر عقب بگیم 80% رضایت داریم. این سرک به فایده ما شد، هوار شد. یک نقص کلانش هست که راه ما قطع شد. هر کوچه 3 متر از سرک بالا مونده. این نه در رازینه بالا میشه، نه بعد از این خود ما زور ما میرسه کجا رازینه بالا کنیم، کجا بعد از این جورش کنیم. دیگه این سرک خوب شد، سرک بعد از این یک جایی که برود او قریه میباشد، وقتی کجا سرک برود باز اونجا یک شهر میشه. دقیقا. وقت اگه این سرک خامه بود دکان مکان در اینجا نبود، حالا اگه سرک پخته شده سعی کنیم بعد از این شاید یک سال بعد با امید خدا یک 50 دکان هم جور شود. بیا خدا مهربان است. این پیشنهادتان رو به شهرداری دادن شما؟ نه تا فعلا که یا خودشون دیگه کارها خلاص نکردن، باش که خلاص کنن ببینیم پیاده روا را چی میکنن، باز بدهجین کوچه را چی میکنن. اگر دیدیم که همکاری نکردن ما میتونیم که در شهرالی پیشنهاد کنیم که بدر از ما راه ما خراب شد، راه نداریم، ببینیم که چی میشه. نه انشالله یقدر که اینا گام بزرگ برداشتن به خاطر بازسازی سرک که در طول 30 سال جور نشده بود و اینا امروز اقدام کردن و بازسازی کردن و جور کردن که در حدود 70% کارهای سرک هم پیش رفته، حتما انشاءالله که پیاده روایش هم جور میکنه و راه رفت شما را یا رفت آمد شما را به کوچه ها و به خانه هایتان هم انشاءالله که جور میکنه. خدا مهربان است. 70% هم نه که، این 90% کاری سرک پیش رفته دیگه. با امید خدا ببینید به خاطر هم یک بندونی نباشه قیرش هم اندازن دیگه، سرک ها عوار شده، کارش یک دیونون بالا یک کم تر یک 20% کار مونده دیگه، کارش فضل خدا خلاص هست دیگه، کار میکنن، خداوند خیرشون بده. هر شرکت ها شخصی کده بدهجین تا جایی که ما دیدیم و ما که نظارت میکنیم بیکار هستیم سران ازیا دیگه، از شرکت ها شخصی کده 80% کار ازیا بدهجین پیش هست کار میکنن. آره پیش... سرک پایین چیز گرفته کنم شرکت شخصی گرفته
او سنگ هم نداره، جای کندن هم نداره، یک کنکریت هم سابقه که سرک روس هست هم کنکریت بکنه. فقط این یک ماشده باید این تا تونگ بسیر رسانده یعنیش یک هم کنکریت کندن میتونه. این خود کوره او کنام خدا. خدا مهربان است، به امید یک افغانستان آباد مترقی و پیشرفته. خب ما دعا میکنیم خداوند همین رقمی که سرکای ما را جور کرده است به برکت خدایش همین تو شهر ما را جور کنه، زندگی ما را جور کنه، دیگه از این جنگ و بدبختی و بیچارگی خلاص ما کنه. بس از دیگه اینا خرد بچه بودیم، در سن یک 12 ساله بودیم انقلاب شروع شد، حالا ببینیم در 70 رسیدیم بچه ما ببینیم در انقلاب شروع کرده. دیگه ما تو فکر میکنیم اول که خرد بودیم میگفتن اون روز بر شش ماه اومده، شش ماه عروس چی میکنی که حالا چندی عروس دیگه در این خاک ما اینا ببینیم زد ببینیم افغانستان گرد به گرد کردن خصوصا امریکایی ها. بیا خدا مهربان است دیگه، انشالله که افغانستان هم و پیروزی های خود یا به مآبادی که در نظر داره انشالله که برسن. بیا خداوند پیروز بسازدش. بیا تشکر کاکا. از شما هم تشکر. بیا خوش آرام باشین. بخیر باشین. زنده باشین. تشکر. رو رو سلام. و علیکم سلام. خیر انشالله. شکر الحمدلله. طبیعت ښه ده؟ الله پاز الله. که موږ رالو د سرک نه لیدنه وکړو او د خپل هیوادوال نظرونه دغه پیغامونه واورو، ته څومره خوشاله د دې سرک د جوړولو نه او د دې سرک تل نظر څومره خلک د دې سرک نه آرام دي؟ شکر الحمدلله موږ د افغانستان د آبادی باندې ډیر خوشحالي ګو باید داسې کارونه افغانستان ته وسي بنیادي کارونه وسي دا رقم غټې پروژې باید چلان شي په افغانستان کې چې هم د غریب کار پکې جوړي هم د مالدار خو هر قسم سی سوق تا سہولت لري کنه کاروبار تخنیکی خلک لري او ټول باید پکې مصرف شي. او د دې سرک سو کال کې چې دې هم دسه خراب او خلک دې سر په تکلیف او کنه دې ته په لال موږ دلته په ساحه کې کار کوو کنه او د دې ځای نه دې ان شاء الله د خار بیروبار نو پکې ختم شي. دې کې کوم خلک سی ایمرجنسی لري مطلب کوم خلک پټي باندې وخت ځان کار تر رسي یو خلک ته به دا سہولت سی مطلب سی هغه به خپل ټیم باندې ځان کار تر سوالای شي. ته څومره خوشاله دې سرک؟ زه الحمدلله ډیر خوشاله يم دې سرک نه ځکه چې دلته موږ هم پکې کار چلاند او موږ سره د نور مسلمانانو کار هم چلاند. خپل وطنوال د شهر د پاکسازی یا د سرکونو د پاکوالي لپاره څه پیغام لري؟ پیغام دا درو باید ار یو کس افغانستان ته په صداقت کار وکړي انشاءالله. او بس اسلامي امارت هم دا خواست لري چې څومره غټې پروژې د ټول باندې چلانې کې انشاءالله دا ټیم ټیم ورته ورکوي بس پیسې دي صحیح په افغانستان د بنیادی په کارو دي ورلګي دا خواشته انشاءالله دی ښه دی او ښه افغانستان آزاد او پرمختللی په هیله. امين. مننه. خیر است، ژوندای است. تشکر. بیننده های عزیز، قسمی که شما در ویدیو میبینین یا خانه های رهایشی کسایی که اینجا زندگی میکردن زیر نقشه دولت بود و با آمدن سرک همش ویران شد و برشان پول نقد داده شده به خاطر بازسازی سرک و فعلا هم که از اینجا سکونت یا زندگی نمیکنن. و همچنان کامرمن عزیز این ساحه را برای بینده های عزیز برای نشان بتین. اینی هم ساحه‌ای که ویران شده و زیر نقشه سرک بود و همچنان قسمی که در تصویر میبینین تمامی خانه های مسکونی که در اینجا بودن یا زندگی میکردن و زیر نقشه بودن همش ویران شده و برشان پول نقد هم داده شده تا دوباره خانه هایشان را جور بکنن یا به خاطر برشان یک سرپناهی باشه. قسمی که در تصویر میبینین براستی هم که کوچه ها یا راه های رفت آمد مردم در حدود 3 متر 4 متر حتی تا 5 متر از سطح سرک بالاتر موندن. اونا هم پیشنهادهایی داشتن، گفت ما از شهرداری میخواییم که ایسا ها جور شوه و راه رفت آمد ما دوباره باز شوه. این سرک هم در حدود 70% کارش به پیش رفته بود و هنوز هم کار جریان داشت. گفتن که انشالله تا ماه سور یک سرک کاملا تکمیل و بهره برداری سپرده میشه. تا برنامه بعد همه ایتان را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می سپارم. کامگار، کامیاب و سرفراز باشید.